خداوند می‌فرماید من کرسی خود را در ایلام برپا خواهم نمود. سازمان خدماتی ایران برای مسیح تقدیم می‌کند. برنامه تلویزیونی سیمای مسیح. برای فرصت جدید که خدا ما عطا کرده در خانه های شما باشیم توسط یک دیگه از برنامه های تلویزیونی سیمای مسیح. من الاتان باقستانی هستم، بسیار خوشحالم که خداوند این فرصت رو من عطا کرده که بتوانیم دو سه روز گذشته از روز شکرگزاری یا تنکسگیوینگ به قول اینجا یا در خدمت شما باشیم. در کنار یکی از دوستان فرماهمونی هستم. فرماهمونی میخوای سلام بکنید؟ بفرمایید. سلام به تمام دوستان و ایمانداران عزیز، امیدوارم که هر جای دنیا هستید خوب و خوش و سلامت و همگام با مسیح باشید. بله، همونطور که میبینید دوستان ما امیل جان و ماسیس و برادر عزیزم ادوین هم هستن اینجا. ما امشب یک برنامه متنوع‌تری برای شما داریم. ما اینجا هستیم تا اینکه با آن دلیلی که خداوند ما رو آزاد کرده، ما رو خریده، شکرگزاری خود را به حضور خدا اعلام بکنیم. قبل از اون من میخواستم که یک مزبوری خدمت شما بخوانم و بعد با همدیگه به قسمت پرستشی امشب و امروز خودمون در برنامه سیمای مسیح خواهیم رسید. مزبور 96 رو خدمت شما عزیزان قرائت میکنم از کلام خدا. حضرت داوود میفرماید یهوه را سرود تازه بسرایید ای تمامی زمین، خداوند را بسرایید، خداوند را بسرایید و نام او را متبارک خوانید، روز به روز نجات او را اعلام نمایید، در میان امت‌ها جلال او را ذکر کنید و کارهای عجیب او را در جمیع قوم‌ها. زیرا خداوند عظیم است و بی‌نهایت حمید، او مهیب است بر جمیع خدایان. زیرا جمیع خدایان امت‌ها بت‌ها هستند، لیکن یهوه آسمان‌ها را آفرید. مجد و جلال به حضور وی است و قوت و جمال در قدس وی. ای قبایل قوم‌ها، خداوند را توصیف نمایید، خداوند را به جلال و قوت توصیف نمایید، خداوند را به جلال اسم او توصیف نمایید، هدیه بیاورید و به صحن‌های او بیایید، خداوند را در زینت قدوسیت بپرستید. ای تمامی زمین از حضور وی بلرزید، آسمان شادی کند و زمین مسرور گردد، دریا و پوری آن غرش نماید. برای خداوند سرودی تازه به سرایید، زیرا کارهای عجیب کرده است، دست راست و بازوی قدوس او را مزفر ساخته است. ای تمام زمین خداوند را آواز شادمانی دهید. خدا را شکر. آنچه که فرزندان خدا ایمانداران را تشویق میکنه که خدا را عبادت بکنن این حقایقی هستش که در کلام خدا ذکر شده که خدای ما را شایسته و لایق میداند از این که شبانه روز او پرستش بکنه. نه فقط سالی یک بار در حضور خدا آمده، بلکه هر روز در حضور او پرستش میکنیم برای کارهای عظیمی که او در زندگی های ما و برای ما انسان ها انجام داده است. قبل از اینکه سرودهای خدا بخوانیم بیایید چند لحظه دعا بکنیم و این برنامه رو به خداوند تقدیم بکنیم. خانم باهمونی شما چطور دعا بکنید؟ در یک دعای کوتاه جلسه خودمون رو، این برنامه خودمون رو باز بکنیم. خداوند، با شکرگزاری به حضورت میایم عیسی مسیح. متشکر هستیم به خاطر نجات عظیمی که داریم خداوندا، و بیشتر از هر چیز متشکر هستیم به خاطر وجود خودت خداوندا. نیاز ما در امروزه، در هر جایی که باشیم، هر جای دنیا، فقط تو هستی خداوندا. خداوندا آمدیم که اعلام کنیم تو را داریم خداوندا، و تو تنها ناجی هستی خداوندا. شکرت میکنیم، این برنامه رو به دستهای مبارک تو میسپاریم خداوندا، و میخواهیم که در تمامی راه با ما باشی. متشکرم. در نام قدوس دعا میکنم. ستایش بکنید، کارهای عظیم و جلال او را به مردم بازگو بکنید. خدا رو شکر، خدا کارهای بسیار عظیمی در زندگی های ما انجام داده که شایسته هستش، لایق هستش او را عبادت بکنیم و نام قدوس او را جلال بدیم با هم دیگه. خدا رو شکر برای خدایی که در هر شرایطی کنار ما هست، در سختی ها کنار ما هست، در تنگی ها کنار ما هست، در شادی ها کنار ما هستش،
و ما او را با تمامی وجود خود میپرستیم و هم میکنیم. اما بالاتر از همه اینا خدا رو شکر برای خدایی که توسط عیسی مسیح کفاره گناهان ما رو پرداخت کرد. گناهانی که نمیشد با خون بزها، گوسفندان و حیوانات دیگر آن را کفاره داد. خداوند عیسی مسیح به دنیای ما آمد و کفاره گناهان ما رو پرداخت کرد با خون مقدس خودش. بنابراین من مرا تازه کرده، فرزند او هستم، جلال بر نامش. ما یک سرود دیگه برای شما میخوانیم. اگر ایماندارانی هستن که این برنامه رو مشاهده میکنن، تشویقتون میکنم شما مگر این سرودها رو بلد هستید با ما بخوانید، چرا که پرستش آن چیزی که خدا ما رو برای آن خوانده است، تا اینکه در هر شرایطی، در هر موقعیتی توسط پرستش بتوانیم او را بپرستیم و اعلام بکنیم آن چیزی هستش که امروز باید سرلوحه کلیساهای ما، سرلوحه خدمات ما قرار بگیره، چرا که کلام خدا میفرماید که تا ابد مؤمنین باید در آسمان او را عبادت بکنند. شایسته پرستش هستش. میگوید در این سرود خواهر مانید که در نام قدوسش فخر نمایید، رویش را دائم طلبید، کارهای عجیبش را ذکر کنید. کارهای عجیبی که خدا هر روزه تو زندگی ما انجام میده. دوستان جاشون خالی، الان ما در کلیسای سفیران مسیح، کلیسای خودمون در لس آنجلس، جلسه پرستشی داشتیم و جشن مخصوص شکرگزاری داشتیم و من در قلبم بود که عزیزان شهادت بدن که خداوند در سال گذشته چگونه در زندگیشون عمل کرده، کارهای عجیبش چگونه بوده و به وسیله کارهای عجیبی که خدا کرده است او رو ستایش بکنیم. بسیار متعجب شدم، اگرچه بایدم اینطور باشه،
اما دیدم که یکی بعد از دیگری شهادت دادن که چگونه خداوند کارهای عجیبی و عظیمی در زندگی مردم انجام میده و هر روزه جلال خودش رو آشکار میکنه. بنابراین ما ایمانداران مسیح دلایل زیادی داریم برای شکرگزاری کردن، نه سال یک بار بلکه هر روز در حضور خدا. ما یک سرود دیگه میخوانیم یا میخواهید که خواهر ماه‌منیر از شما یک شعر بشنویم در این قسمت و بعد سرود بخوانیم؟ عزیزانی که در برنامه گذشته مستحضر هستید، در خدمتتون بودیم، دیدید که خواهر عزیز ما ماه‌منیر که یکی از اعضای کلیسای صفیان مسیح هستن، خداوند در زندگیشون کارهای عجیب و عظیم انجام داده است که بعضی از اونها رو شهادت دادن و شاید شهادت بدن در این برنامه یا در برنامه‌های دیگر، اما تب شعر دارن، خداوند بهشون شعرها میده و من ازشون خواهش کردم امشب، با اینکه اگر متوجه شده ایشون سرفه میکنن و یه مقدار ناراحتی جسمی دارن، بیان و به حال برای ما یک شعری بگن. من میدونم که ما دوستان ایرانی داریم که این برنامه رو نگاه میکنن و بسیار دوستان ایرانی با شعر و با سرود و اینها آشنایی زیاد دارن و ما دوست داریم برای خدا شعر بگیم. پس من میخوام فرصت بدم با خواهر ماه‌منیر که یکی از این اشعاری که فکر کنم به تازگی هم برای خداوند نوشتید. بله، دو شب پیش بود که من این سرود از خداوند خواستم، دعا کردم که به هم بگه چی بنویسم و این سرود رو برای امروز آوردم. بله، ببخشید که سینم ناراحت هست، سرما خوردم. سرود اینطور شروع میشه: خداوندا تو را من میپرستم، ز بحر فیض تو از مرگ رستم. تو پاکم کرده ای با خون پاکت، ز عشق و مرحمت دادی نجاتم. وگرنه من همان خار و سیاهم که با ایمان به تو پاک شد گناهم. اگر روزی هزاران شکر گویم و یا هر دم سرودی نو سرایم، به قد لحظه ای روی صلیب نیست که جان خود فدا کردی برایم. پس امروز و دیگر روزهای عمرم به شادی و طرب آواز خوانم، که من آزاده از بند گناهم، زخونی که پدر داده برایم. بیایید دوستان ای شکر گزاران، بیایید دوستان ای شکر گزاران، پرستش ها بریم در نزد سبحان، که تنها خالق و آب حیات، ز بحر خدمتش نهیم دل و جان. پس اعلام می کنیم اینجا و هر جا، که تنها ناجیه از بحر جانها. سفیرانش باشیم هر جای دنیا، شویم صیاد برای صید جانها. سزاوار سپاس و حمد بسیار و او تنها خدای قوم و اعصار. پرستش های ما هر روز و هر بار، بود دوستت داریم بسیار بسیار. بله، دوستت داریم ای خداوند. خدا رو شکر. عزیزان میبینم که ما قرار نبود تلفن‌ها رو جواب بدیم در این بخش اول، ولی تلفن‌ها مشغول است. اگر چند لحظه حوصله بکنید در بخش دوم خدمتتون خواهیم بود، بعد از یک سرود تلفن‌ها رو هم جواب بدیم. خوشحال میشیم که در خدمتتون باشیم. نمیدونم آیا این سان سیستم اوکیه. اوکی، یک سرود دیگه ما می‌خوانیم. ای فرزندان نور گرده هم بیایید و بعد از اون یک آگهی با هم نگاه میکنیم از کلیسای سفیران مسیح و بعد برمیگردیم خدمتتون، قسمتی از کلام و تلفن ها رو جواب میدیم.
همونطور که در ابتدا عرض کردم، کلام خدا ما رو تشویق میکنه که هر روزه او را ستایش و شکر بکنیم. واقعا من فکر میکردم چقدر افتخار بزرگی خدا ما داده که میتونیم برای او سرودهای شادمانی بخوانیم. برای او در پرستش هامون، در عبادت هامون، توسط شعر و کلمات و سرودها و موزیک و به هر شکلی شده نام قدوس رو برم. من میبینم یکی از عزیزان روی خط هست گویا، اگر بتوانم این تلفن رو استفاده بکنم. الو، بفرمایید. سلام، خسرو هستم. به به، کشیش خسرو. بله بفرمایید، حالتون خوبه؟ مرسی، چقدر خوشحالم صداتون رو میشنوم. بله بفرمایید. شکر برای برنامه‌تون. من مرزاجان امشب از بیننده‌های برنامه‌تون هستیم. قلبمون چقدر شاد شد برنامه‌تون دیدیم و چقدر شکرگزاری می‌کنیم برای برنامه‌هاتون. آمین، خیلی ممنون. ما هم چقدر خوشحالیم به خاطر برنامه‌های تلویزیونی که در تلویزیون آپادانا توسط شما عزیزان هر روزه به ایران میره و در واقع خودمون رو با شما یکی می‌بینیم و خدا رو شکر که کار خدا در هر شهری، در هر منطقه جلو میره. خدا رو شکر. حال خدا رو شکر برای جوانه عزیزی که الان دارن برای شما میزنن. بله. چقدر شاد و خوب سرودها برای خداوند. بله. شکرگزاری میکنم برای این وقت و بله. بیننده ها رو تشویق میکنم که پا به پای شما تو خونه بسراین، اگه سرودها رو میدونن، اگر بله. نه با همون که بیننده شما هستن و در این لحظه میبینن، مطمئن هستن که شریک در پرستش شما هستن. آمین، آمین. خیلی خیلی خوشحال شدم کشیش خسرو. من خواهش بکنم سلامای گرم ما رو به کلیسا و به خانواده گرامی برسونید و به فیض خدا که در آینده خیلی زود شما رو در برنامه تلویزیونی سیمای مسیح داشته باشیم. فیض مسیح. بله، خیلی خوشحالمون کردید که با ما تماس گرفتید. قربان شما. خدا برکتتون بده. خواهش میکنم. خدا حافظ. برنامه تلویزیونی سیمای مسیح بفرمایید. سلام علیکم. سلام از بنده است. حال شما خوبه؟ مرسی. بله بفرمایید. من یکی از بینندگان شما هستم. بله. خیلی خوشحالم که شما رو تصویر دارم میبینم. خواهش میکنم. و این بچه‌ای که دارم موزیک میزنن دستشون درد نکنه، آهنگای خیلی قشنگه. خدا رو شکر. خوشحالم کردین با این آهنگای قشنگ. خواهش میکنم. جناب علی از کجا تماس میگیرید؟ من از لس آنجلس زنگ میزنم. البته از والنسیا، کالیفرنیا. از والنسیا. جانیم. بله جانی جان، شما خوب هستید؟ استفار میشم. خدا رو شکر. من میدونم که شما اگر در استودیو بودید شهادتای زیاد داشتید که بدید که چگونه خداوند در سال گذشته در شما عمل کرده. خیلی ممنونم، ولی خب انشالله روزهای دیگه اگر شد حتما. بله. خدمت میرسیم. خوشحال میشیم در یکی از این برنامه شما رو داشته باشیم و از شما بشنویم. میدونم که شما برای خداوندم سرود میخونید. به فیض خدا که شما رو به زودی داشته باشیم در استودیو. با امید خدا منم به شما تبریک میگم به این کار قشنگی که میکنین و کلام خدا رو به تمام دنیا میرسونین. محبت دارید. خیلی ممنون که تماس گرفتید برادر. قربون محبت. خدا برکتتون بده. خواهش میکنم. بای بای. زمین تشنه آب خواهم ریخت، بیابان را به بوستان مبدل خواهم کرد، سرهای آزاد را عرض خواهم نمود، شجاعان پر از رو مبوس خواهم کرد. بشنا کلیسا عروس ایسا چراغ دارد را در همه که فوق همه هست. بشنو کلیسا عرص ایسا چراغ دارد را پر زروف بساز. بشنو کلیسا عرص ایسا چراغ دارد را پر زروف بساز. گر می خواهیم که کارش به پیش رود، پر از روح و دوستش شویم همگی، ایمان و اعتقاد را بی
پیشه کنیم، پر از روح قدوسش با هم به پیش رویم. بشنو کلیسا عروس عیسی، چراغ دارد را پر از روح بساز. بشنو کلیسا عروس عیسی، چراغ دارد را پر از روح بساز. با آواز فرشته گان سماوی، همه وفاداران را با خود خواهد بود به اورشلیم زرین سماوی. بشنو کلیسا عروس عیسی، چراغ دانت را پر از روح بساز. بشنو کلیسا عروس عیسی، چراغ دارد را پر از روح بساز. بشنو کلیسا عروس عیسی، چراغ دارد را پر از روح بساز. بشنو کلیسا. خدا رو شکر خدمت شما برمیگردیم با کلام خدا. از همه این چیزها که بگذریم، هیچ چیزی نیکوتر نیست جز کلام زنده خدا، کلامی که خداوند داده تا اینکه ما ایمانداران بتوانیم توسط اون تغذیه روحانی بشیم. واقعا خیلی تشکر میکنم از عزیزانی که روی خط اومدید، از کشیش خسرو عزیز، خواهر مردخت عزیز، واقعا باعث تشویق ما هستید. خواهش میکنم برای ما دعا بکنید که خداوند این برنامه رو برکت بده و بتونیم توسط این برنامه باعث نجات بسیاری بشیم. دست دادم تو که عرض کردم، امشب برنامه ما به یه شکل دیگه هستش. امروز در این ساعتی که در خدمت شما هستیم، بله، یک رو به ساعت 11 شب به وقت لس آنجلس هستش، اما میخوایم چند لحظه‌ای به کلام خدا نگاه بکنیم و ببینیم که در مورد شکرگزاری کلام خدا چی به ما میگه. من خواهش میکنم از ادوین جان، خیلی خوشحالیم ادوین جان به جمع ما پیوستید، اون پشت بودی ساپورت میکردی. خیلی کار سختی موزیک زدن، ما وقتی تو کلیسا هم سرود میخوانیم، موزیک میزنیم، میدونم که عزیزان مخصوصا از دست من خیلی اذیت میشن، اما خدا رو شکر برای صبر و حوصله که دارن. همونطور که پدر مادرها لذت میبرن وقتی بچه‌هاشون میخونن، حتی اگر اشتباه هم میکنن ولی شیرینه، و فکر میکنم خدا هم لذت میبره از اینکه در حال فرزندانش در حضور او سرود میخونن. ادوین جا خواهش میکنم از مزمور 67 از آیه 3 تا 5 قرائت بکنید برای بینندگان عزیز تا اینکه به کلام خدا رجوع کنیم. خدا بر ما رحم کند و ما را مبارک سازد و نور روی خود را بر ما متجلی فرماید، تا راه تو در جهان معروف گردد و نجات تو به جمیع امتها. ای خدا قوم‌ها تو را حمد گویند، جمیع قوم‌ها تو را حمد گویند. امتها شادی و ترنم خواهند نمود، زیرا قوم‌ها را به انصاف حکم خواهی نمود و امتهای جهان را هدایت خواهی کرد. ای خدا قوم‌ها تو را حمد گویند، جمیع قوم‌ها تو را حمد گویند. بله بله، چه آرزوی قشنگی نبی داره در حضور خدا. میگوید که ای خدا کاش که همه امت‌ها تو را هم بگوین، کاش که همه امت‌ها تو را ستایش بکنن. خدا را شکر اون کاری که عیسی مسیح 2000 سال پیش رو صلیب انجام داد باعث شد که امروز از هر قبیله و نژاد و فرهنگ و پوست و بها سن و سال در حضور خدا در سراسر دنیا هر روزه او را ستایش بکنن. من امشب به شوخی به کلیسا میگفتم که خدا رو شکر هفته یک بار میایم کلیسا سرود میخوانیم و پرستش میکنیم، و بعد در میان جماعت شنیدم بعضی میگفتن نه آمین برادر، چرا که همونطور که کلام خدا میگوید ما باید هر روز خدا رو ستایش بکنیم و حمد بکنیم، و همینطور هم هستش. و نگاه بکنیم ببینیم که از دیدگاه کلام خدا راجع به شکرگزاری و راجع به پرستش چه نکاتی رو میتونیم ببینیم. البته مبحث شکرگزاری بسیار مبحث بزرگی هستش و در این وقت کوتاه تلویزیونی ما نمی گنجه، اما چرا ما مسیحا پرستش میکنیم؟ شاید بعضی از دوستان که به این برنامه نگاه میکنید به کلیسا رفتید، ببینید مسیحا سرود میخوانند، دست میزنند، در بعضی کلیسا حتی رقص میکنند در حضور خدا. به هر حال انواع و اقسام سازها و دستکرها و گروههای کر اینا هستن که برای شما شاید جالب بوده. شاید اولین چیزی که خود بنده به کلیسا وقتی رفتم 23 سال پیش توجه منو جلب کرد
چیزی نبود جز همین سرود خواندن مردم، که آیا مگه میشه برای خدا هم سرود خوان، خدا رو عبادت کرد؟ البته من نمیخوام راجع به سرود خواندن امشب صحبت کنم، اما کلام چه چیزی رو میگه که باعث میشه که مسیحیان در حضور خدا اینقدر به پرستش اهمیت بدن و این موضوع رو جدی بگیرن؟ اولین جایی که با هم از کلام خدا میتونیم نگاه بکنیم مزمور 103 است. اگر دوستان کمک بکنید با هم دیگه، میخواهید خواهر ماهمونی رو بخونید یا خود ادوین جان، از فقط آیه 1 رو میخونیم، مزمور 103 آیه 1، ببینیم که راجع به شکرگزاری کلام خدا چی میگه، بعد شکرگزاری ما چجوری باشه. ای جان من، خداوند را متبارک بخوان و هر چه در درون من است نام قدوس او را متبارک خواند. بله بله، کلام میگوید هر چه در درون من است خداوند را متبارک بخواند. اولین چیزی که در کلام خدا ما نگاه میکنیم و کلام ما رو تشویق میکنه این هستش که شکرگزاری ما باید از ته دل باشه، از درون دل باشه. نمیدونم دوستان، آیا زمین فوتبال رفتید وقتی که این هموطنای ما میدوند برای یک توپ 1 ساعت 90 دقیقه و بعد جمعیت بسیاری در استادیوم هورا میکشن، فریاد میزنن؟ من خودم وقتی کوچکتر بودم در ایران میرفتم بعضی وقتا به استادیوم، میدیدم که این دوستان چنان فریاد میزنن وقتی میان بیرون صدای از این گلوی اینها بیرون نمیادش. یا در مجالس وقتی افراد شروع میکنن هل هل خواندن و سرود خواندن و رقصیدن و اینا. و کلام وقتی میگوید که برای خدا از ته دل سرود بخوانید، چیزی نیست غیر از همین که ما از درون خود، از تمام اعماق وجود خود نزد خدا سرود را بخوانیم و پرستش بکنیم. در واقع عیسی مسیح در انجیل میفرماید که پدر خدا پرستنده حقیقی را دوست دارد. امروز خدا به دنبال پرستنده حقیقی هستش. مهم نیست ما به چه زبانی پرستش میکنیم، خدا رو شکر خدا فارسی هم بلده. خداوند به زبان فارسی هم دعاهای و پرستشهای ما رو میشنوه. آنچه که مهم از دیدگاه خدا اینه که از درون، از ته دل، با تمام وجود برای خدا سرود بخوانیم. میگه هرچه در درون من از خدا را ستایش بکند. باشه که ما ایماندارا مخصوصا در حضور خدا وقتی جمع میشیم در کلیسا، در منزل، در جمع مطالعات کتاب مقدسی، از درون خودمان خدا را ستایش بکنیم و سجده بکنیم. اما مزمور 148 آیه 5 آیه دیگه هستش که کلام خدا میگوید که چه کسی و چه کسانی در واقع و به چه دلیلی میشه خدا رو شکرگزاری کرد. چه کسایی میتونن خدا رو ستایش بکنن؟ آیا خدا فقط میخواد که یک قوم خاصی خدا رو ستایش بکنن؟ آیا خدا میخواد که فقط یک نژاد خاصی؟ و یا آیا همه میتونن خدا رو عبادت بکنن؟ مزمور 148 آیه 5 رو اگر میشه لطف کنن دوستان بخونن و با هم ببینیم که کلام چه چیزی رو میگوید. ای فلک الافلاک، او رو تسبیح بخوانید و ای آبهایی که فوق آسمان هایید. بله، نام خداوند رو تسبیح بخونید، زیرا که او هم فرمود پس آفریده شد. فلک الافلاک، همه چیز، آبها، آبهایی که فوق آسمان، آسمانها، بله، تمام بله. موجودات. در آیه 16 میفرماید همه شما نام خدا را ستایش کنید، زیرا تنها اوست که خدای متعال، شکوه و جلال او برتر از زمین و آسمان هستش. و چه کسانی میتونن خدا را عبادت کنن؟ کلام میگوید همه. آیا ایرانی ها جزو همه هستن؟ آمین. خدا رو شکر. من دعام اینه، گریم اینه که خداوند ما رو کمک بکن یه روزی در کشور عزیز ما ایران سرودهای شادمانی، پرستش از تمام کوچه ها و از تمام خیابان ها و منازل و پشتبان ها و به حال در حضور خدا بلند بشه، به جای که صدای نفرت بیاد، صدای خشم و گریه و غم و تأثیر بیاد در هر جایی در کشور عزیز ما، در سراسر گیتی حتی بشنویم و ببینیم که چگونه هر قوم و نژادی، مخصوصا ما ایرانی ها، نشستیم در حضور خدا و خدا را ستایش بکنیم. پس کلام میگوید همه میتوانند خدا را ستایش بکنند. اما چه مواقعی میشه خدا را ستایش کرد؟ آیا باید ساعت به خصوصی در حضور خدا رفت و خدا را ستایش کرد، یا اینکه به حال در هر شرایطی میشه؟ من این آیه رو میخوام بخونم با اجازه دوستان. مزمور 34 آیه 1، مزمور 34 آیه 1، حضرت داوود میفرماید که در هر زمانی خداوند را ستایش خواهم کرد، در هر زمانی شکر و سپاس او پیوسته بر زبان من جاری خواهد بود. در جای دیگه میفرماید تمام روز خدا را ستایش خواهم کرد. پس کلام ما رو تشویق میکنه که هر روز خدا رو ستایش بکنیم، نه هفته یک بار بریم به حضور خدا، نه یک ساعت به خصوص صبح زود، ظهر یا شب، بلکه در هر شرایطی خدا رو ستایش بکنیم. چقدر رابطه شیرینی خواهد بود اگر ما
انسان ها، ما ایماندارا مخصوصا در حضور خدا شبانه روز در حضور خدا عبادت بکنیم و شادمانی بکنیم. اما کلام وقتی که میفرماید شکرگزاری بکنید، چه نفع و چه فایده‌ای به ما میرسه؟ من فهم میکنم همه ما انسان ها دوست داریم که اگر کاری انجام بدیم به حال یک سودی هم به ما برسه، یک فایده هم به ما برسه. اگر کلام میگوید که خدا را ستایش بکنید، آیا فقط خدا محتاج ستایش و شکرگزاری ما هست؟ من فکر نمیکنم اینطور باشه، چون که کلام نشون میده که در حضور خالق آسمان و زمین کروبیان و فرشتگان شبانه روز او را ستایش و شکرگزاری میکنن. پس چه فایده‌ای برای ما داره شکرگزاری؟ چه فایده داره برای ایمانداران اگر خدا را ستایش میکنن و شکر میکنن؟ چند تا فایده شکرگزاری میخوام به شما بگم و بعد ببینیم که چطوری شکرگزاری در زندگی ما میتونه به وجود بیاد. اولین فایده و اولین نفعی رو که کلام خدا ما نشون میده راجع به شکرگزاری که به ما ایماندارا میرسه این هستش که شکرگزاری رو جلوی غرور رو میگیره. جلوی غرور، ما نمیدونم انسان ها چقدر مغرور هستیم، ولی من فکر میکنم از تمام سایر مخلوقاتی که خدا آفریده شد انسان ها یه مقدار غرورشون خود بیشتر باشه دیگه، بدون تعارف اگه گفته باشیم یه خود غرور ما بیشتر از بقیه مخلوقات هستش. اما چه چیزی باعث میشه که این غرور از انسان از بین بره، در انسان از بین بره؟ کلام میگوید شکرگزاری. چه فایده داره دوستان وقتی شکرگزاری میکنیم؟ چگونه این غرور جابجا میشه و به جاش حضور زنده خدا میاد؟ تجربه دارید؟ در واقع همون اعترافاتی که میکنی به خداوند، میگی که خداوند تو کننده این همه برکات، تو کننده همه این کارهای توی زندگیم هستی، ولی اعتراف میکنی که خود خداوند دستش تو این کاراست، وقت میبینی که نه تو هیچ کاری، خداوندی که تمام برکات و تمام خوبی و آرامش و تمام چیزهای خوبی توی زندگیت وارد کرد. اون موقعی که یکی توجه خود از خودت برداشته میشه به روی خداوند. نکته بسیار جالبیه، یعنی میشکنیم، بله شکسته میشیم در حضور خدا. ببینید اگر ما در حضور خدا شکرگزاری میکنیم، اگر ما در حضور خدا پرستش میکنیم، تمام وجود ما معطوف میشه به خدا، همونطور که ادوین جان میگه. چرا که ما بیاد میاریم که خداست که در زندگی ما داره چگونه عمل میکنه و دست مبارک اوست در واقع که باعث میشه اگر ما از یک مرحله به یک مرحله جدیدتر وارد میشیم، اگر از یک موفقیتی به یک موفقیت دیگه بالاتر میریم، در واقع میریم نزول میکنیم در واقع در حضور خدا، پس این باعث میشه که ما مغرور نشیم، غرور در ما از بین میره. عزیزان ببخشید چون اینجا یک مقدار سر صدا زیاد هستش، من حواسم پرت میشه، اینه که نمیتونم زیاد متمرکز بشم به کلام. اما لب مطلب این هستش که شکرگزاری باعث میشه که ما به خودمون نگاه نکنیم، برای خودمون در واقع دست نزنیم، بگیم که همه کار رو من کردم، این من بودم که به این موفقیت رسیدم. چرا که در شکرگزاری ما جلال رو به خدا میدیم. گریبانگیر انسان هستش، ما به دلایل مختلف در زندگیمون غم به وجود میاد، شاید غم از دست دادن عزیزی، شاید غم دوری از وطن برای ماهایی که خارج از کشور هستیم، شاید غم به حال موفقیت هایی که برایش آرزو داشتیم و به دست نیاوردیم. بعضی از ما غمگین هستیم به خاطر گناهانی که در زندگیمون وجود داره و نمیتونیم آرامش داشته باشیم و شادی داشته باشیم. بنابراین خدای قادر مطلق توسط شکرگزاری این غم ما را به شادی تبدیل میکنه. بنابراین یکی دیگه از فواید شکرگزاری این هستش که غم از درون ما بیرون میره. اگر امروز که شما به این برنامه نگاه میکنید در زندگی خودتون مسئله وجود داره که نمیتوانید توسط آن شادی داشته باشید، کافیه که روحیه شکرگزار رو اجازه بدید که خدا در شما به وجود بیاره. نکته بعدی که شکرگزاری در ما روحیه شیرین و زیبایی رو به وجود میاره چیزی نیستش جز این که وقتی از خدا میخوایم که وارد زندگی ما بشه و ترسهای ما رو از ما بگیره. امروز هم بسیاری هستن که ترس ها تو زندگیشون هستش، ترس آینده، آیا بچه های من چگونه بزرگ میشن، آیا بیزینس من یا تجارت من به کجا خواهد رسید، آیا ازدواج من موفق خواهد بود، نکنه من ازدواج کنم و منتهی به طلاق بشه، و بسیاری ترس های دیگه که در اطراف ما هستش. شاید بعضی از ما از خودمون میترسیم، بعضی از ما ترس از خدا داریم،
و بسیار ترس های دیگه. بنابراین شکرگزاری ترس رو نیز از ما از بین میبره. شکرگزاری باعث میشه که ترس ها در ما بمیره. یکی دیگه از فواید شکرگزاری هستش که شکرگزاری جلوی منفیات رو میگیره. جلوی منفیات رو میگیره. در صورت همونطور که عرض کردم ما به دلایل مختلفی در زندگیمون به جاهایی میرسیم که نکات منفی در ما به وجود میاد. شاید رد شدن از طرف دیگران، شاید قبول نکردن ما در یک جمعی، به هر حال اینها باعث میشه که روحیه ما منفی بشه. شاید حتی دیدگاه ما نسبت به خدا گاهی وقتا منفی باشه، نمیدونم. اما شکرگزاری، پرستش خدا باعث میشه که منفیات جای خودشون رو به روح شیرینی بدن. و همینطور روحیه شکرگزار فکر ما رو به آسمان متمرکز میکنه. مادامی که ما زمینی فکر میکنیم، مادامی که ما زمینی نگاه میکنیم، تصمیم میگیریم، در حال اون روحیه که بر ما حاکم میشه روحیه زمینی و گناه آلود خواهد بود. اما وقتی ما شروع میکنیم شکرگزاری کردن، وقتی از خدا میخواییم که در دعاهامون خدا رو جلال میدیم و پرستش میکنیم، همه و همه باعث میشه که یک رابطه روحانی و عرفانی بین ما و خدا به وجود بیاد. بنابراین در شکرگزاری ها ما از زمین به عبارتی کنده میشیم و به فیض خدا آماده میشیم برای آن چیزی که خدا برای ایمانداران در نظر گرفته، که کلام میفرماید که تا ابد باید او را پرستش بکنیم و در حضور خدا تا ابد، همونطور که هفته گذشته در برنامه‌ای که داشتیم در رابطه با بهشت، او را جلال بدیم. اما نمیدونم دوستان اینجا کمی ساکت نشستن، اگر دوربین بیاد به سمت خواهر و برادر، شما دوست دارید راجع به شکرگزاری بگید چیزی؟ آیا نکته به ذهنتون میرسه که یه شهادتی حتی دارید که میخواید بگید برای بینندگان عزیز که چگونه شکرگزاری در زندگی شما نقشی داشته؟ شما هم کمی صحبت بکنید. خواهر مامونه، 100%. شکرگزاری برکت میاره. وقتی که شکر میذاری، یعنی شکر میکنی خدا رو برای همون روز، برای اون چیزی که داری، برای حقیقتی که وجود داره، برکت به روز سرازیر میشه. میخواستم یه آیه از کتاب مقدس بگم که عیسی مسیح گفته بود حق را بشناس و حق تو را آزاد خواهد کرد. درسته حقیقت رو میشناسی و حقیقت تو را آزاد میکنه، آزاد از بند گناه، ولی اگه حقیقت اون لحظه زندگی خودتو بفهمی، مشکلات تو و حقیقت رو قبول کنی، واقعا از غم، از قصه، از ترس آزاد میشی. یعنی رها میشی، یعنی این درس کامل، یعنی همین یه آیه یعنی یک درس کامل، یک کتاب روانشناسی کامل تو تمام لحظه های زندگی ماها. به خصوص من که اصلا کلن آدم ترسویی بودم و میشه گفتش که خدا روی من خیلی کار کرده، منو خیلی چنج کرده. قلبم رو که پر از نفرت بود، پر از ترس بود، پر از قصه بود، پر از وحشت بود، ولی آرامش بهم داد چون حقیقت رو قبول کردم. یعنی شکر کردم برای اون چیزی که وجود داره، شکر کردم برای وجود خودش و این هستش که الان اون آرامش رو که میخوام دارم. آمین. ادوی جان چیزی تو قلبتون است؟ نکته بسیار جالبی رو ماهمنیر جان اشاره کردن و اینکه در حال بسیاری از ما هستیم که نمیتونیم شکرگزار باشیم چون که رابطه‌ای با خدا نداریم. خدا رو شکر برای عیسی مسیح در خاتمه برنامه همچین وقت ما سری گذشت که حتی منم غافلگیر شدم که الان در انتهای برنامه هستیم. میخواستم بیشتر راجع به این صحبت بکنم که چگونه ما میتوانیم از خدا دعوت بکنیم در زندگیمون که بیاد حاکم و سلطان زندگی ما بشه، که در نهایت ما بتوانیم این رویش رو گذاشته بشیم. که خوشحالم که ماهمنیر جان به این موضوع اشاره کردن. اما در این فرصت کوتاه من میخوام که از عزیزان دعوت بکنم که بیایید در حضور خدا قادر مطلق او را به زندگی خود دعوت بکنیم و از او بخوایم که حاکم زندگی ما بشه، که بتوانیم چنین شهادت‌هایی بدیم، چنین سرودهایی بخوایم در حضور خدا، کمان که خدا نقشای عالی برای ما تدارک دیده و کلام زنده اون رو به ما میگه. پس بیاید با هم دیگه دعا بکنیم. خداوند، متشکر هستم برای اینکه در کلام تو آمده است که تو برای تمام انسان‌ها
تدارکات عالی دهی خداوند. الان دعا میکنم برای هر بیننده‌ای که نشسته و نمیتواند شکرگزار باشد، دعا میکنم خداوند که وارد زندگیش بشی همین الان و زندگی او را چنان متحول بکنی که او نیز بتواند شهادت بدهد که من میتوانم در حضور خدا سرود بخوانم و شکرگزار باشم. این تجربه شیرین را به همه بینندگان ما عطا کن. در نام عیسی مسیح دعا میکنیم، آمین. عزیزان برنامه تمام شده، تا هفته بعد شما را به دستای زنده خدای زنده میسپارم. به نام عیسی مسیح، آمین. خدا به همراهتون باشه. خدمات ایران برای مسیح تقدیم میکنند. برنامه تلویزیونی سیمای مسیح.